به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و درود و سپاس دارم خدمت دوستان بسیار عزیز و فرهیخته و خداوند یزدان پاک رو سپاسگزار هستم که همچنان این فرصت در اختیار هست که ما می توانیم در کنار یاران فرهنگی خودمون، علاقمندان به فرهنگ ایران و شاهنامه قرار بگیریم و سعی کنیم که از این منبع بزرگ اخلاقی بهره ور بشیم و بتوانیم که انشالله این رو سرمشق زندگی خودمون هم قرار بدیم. اگر خاطر شریفتون باشه، در جلسه گذشته ما در رابطه با پادشاهی اردشیر بابکان صحبت میکردیم و به طور کلی بحث این کردیم که بعد از اینکه اردشیر به اصطلاح حکومت‌های محلی رو از بین برد و سعی کرد که یک حکومت گسترده رو به وجود بیاره، اون ملوک و طوایفی رو از بین ببره و اون اقتدار دوران به اصطلاح قبل از اسکندر مقدونی رو دو مرتبه بازسازی و احیا بکنه، به اینجا رسید که با دختر اردوان ازدواج کرد، ولی دختر اردوان تحت تأثیر القاعاتی که از طریق برادرانش که در هند بودن و یکی دو تا برادرانش که توی زندانهای داخل ایران بودن، در یه تلاش ناموفقی سعی کرد که اردشیر رو مسموم بکنه و بکشه، ولی عملا این اتفاق نیفتاد. قرار بر این شد که به اصطلاح این دختر اعدام بشه، به قول معروف از بین بره، و انجام این عمل هم به عهده گرانمایه وزیر پادشاه قرار گرفت. وزیر پادشاه وقتی متوجه شد که دختر حامل است این کار انجام نداد و با بریدن به اصطلاح بیزه های خودش سعی کرد که رفع اتهام از خودش بکنه که مبادا مورد اتهام قرار بگیره که این بچه از او حامله شده، و با این کار در واقع حکومت و به اصطلاح فرزند پادشاه رو در رحم دختری که محکوم به مرگ شده بود حفظ کرد. خب بعد از مدتی وقتی که دید که پادشاه در یه جلسه دید که پادشاه خیلی غمگین و نگران از این که بچه نداره، بعد از گرفتن تضمین های لازم به اصطلاح اقرار کرد به این که من این بچه رو برای شما حفظ کردم، و بعد دیدیم که پادشاه چگونه بچه خودش شناسایی کرد. برابر این اردشیر بابکان صاحب فرزندی به نام شاپور شد و بعد در داستانها ادامه پیدا کرد که شاپور هم با دختر مهرک نوشزاد به اصطلاح آشنا میشه و با او ازدواج میکنه و از او فرزندی به نام هرمز به دنیا میاد. دیگه من خیلی خیلی خلاصه این رو گفتم و داستان به اینجا ختم شد که دیگه حالا پایه های حکومت اردشیر مستحکم شد، دیگه خیالش هم راحته که هم پسر داره و هم نوه داره، برابر سلسله پادشاهیش تداوم خواهد. خب این نکاتی بود که من خواستم یه خیلی خیلی مجمل خدمتون عرض بکنم و ذهن مبارک شما رو به اصطلاح به قول معروف بازسازی کنم که بیایم سراغ سخنان اردشیر نسبت به بزرگان کشور. البته قبل از اینم گفتم که اردشیر آدم بسیار ارگانایزی بود، یعنی توی اواخر جلسه گذشته راجع به نحوه تشکیل سپاه، نحوه به اصطلاح تربیت جوانان و گسترش به اصطلاح آموزش عمومی، گسترش به اصطلاح شکل گیری ارتش و قصه الهازه، اینا همه رو مفصل بحث کرد. اما حالا داستان امروز ما عنوانش از دستورهای اردشیر به بزرگان ایران. این سخنانی است که به اصطلاح بحث کرد. خب ببینید، از اینجا میخونم، میگه چو از روم و از چین و از ترک و هند، جهان شد مرو را چو چینی پرند، زهر مرز پیوسته شد باج و ساب، کسی را نبود با جهاندار تاب، همه مهتران راز ایران بخواند، سزاوار بر تخت شاهی نشاند، از آن پس شهنشاه بر پای خواست، به خوبی بیاراست گفتار راست. چنین گفت ای نامداران شهر، ز رای و خرد هر که دارید به،
به گیتی ممانید جز نام نیک. هران کس که خواهد سر انجام نیک، نباید نهادن دل اندر فریب، که پیش فراز اندر آید نشیب. کجا آنکه بر رفت تاجش به ابر، کجا آنکه بودی شکارش حجب. نهالین همه خاک دارند و خشت، خنک آنکه جز تخم نیکی نکشت. همه هر که هست اندری مرز من، همه گوش دارید اندرز من. هر آن کس که داند که دادار هست، نباشد مگر پاک و یزدان پرست. دگر آن که دانش نگیری تو خار، اگر زیر دستی و اگر شهریار. سه دیگر بمانی که هرگز سخن، نگردد بر مرد دانا کهن. چهارم چنان دان که بیم گناه، فزون باشد از بند و از چاه شاه. به پنجم سخن مردم عیب‌گوی، نگیرد به نزد کسان آبروی. خنک آن که آباد دارد جهان، بود آشکارای او چون نهان. دقت کنید به اصطلاح به این نکات. بعد ادامه میده، میگه دیگر آن که دارد هم آوای در، خردمندی و شرم و گفتار گرم. هزینه مکن سیمت از بحر لاف، به بیهوده مپرا کن اندر گزاف. میان گزینی بمونی به جای، خردمند خواند تو را پاک رای. میبینید این جناب اردشی بعد از اون به اصطلاح اون بودی از شخصیتش که خیلی بود سیاسی و اجتماعیه، به شما میبینید که به اصطلاح میاد ارتش تشکیل میده، میاد یادتون هست وقتی که فرمانداران رو به اصطلاح گسیل میکرد به نقاط مختلف، مثلا گفت که چجوری باید حکومت بکنید. یادتون هست وقتی که میخواست نمایندگان کشورهای خارجی رو به حضور بپذیره، چه تمهیدات جالبی رو فراهم میکرد، اهم از این که مثلا اینا چجوری از مرز باید وارد بشن، در مسیری که میان مثلا باید بهشون چگونه برخورد بشه و مسئله از این دست. اینا ابعاد سیاسی و نظامی شخصیتشه. و حالا این سخنانی که داره با بزرگان میگه در واقع یک بود از اون قدرت حکیمانه اردشیر بابکان نشون میده که با چه حکمتی داره صحبت میکنه با مردم. درست مثل انگار که مثلا سعدی داره سخن میگه، انگار که مولانا مثلا داره سخن میگه، یه همچین شکلی داره از حرفاش. ببینید که بزرگان کشور رو به چند چیز به قول معروف هدایت میکنه. یکم میگه خداپرستی رو پیشه کنی، دوم میگه دانش آموزی رو سرلوحه کار خودتون قرار بدید، سوم میگه که سخن ورزی و سخن پروری رو گسترش بدید، یعنی آموزش فرهنگ رو مد نظر داشته باشید، چهارم میگه که سعی کنید که عیب جویی نکنید. کسانی که عیب جویی میکنن در بین مردم آدمای خاری خواهند بود. پنجم میگه صداقت داشته باشید و از نفاق خودتون رو دور کنید. ششم میگه خوش سخن باشید، به اصطلاح آدمایی باشید که نرم سخن میگوین، زیبا سخن میگوین. بعد میگه که لاف نزنید و تظاهر نکنید. بعدم میگه که میانه روی در امور داشته باشید تا بتوانید زندگی مناسبی داشته باشید. میبینید تمام این نکات، خداپرستی، دانش آموزی، سخن ورزی، عدم گناهکاری، عدم عیب جویی، صداقت و عدم نفاق، خوش سخنی، عدم لاف زدن و تظاهر، و در نهایت میانه روی در امور. ببینید تمام اینا همش نکات اخلاقیه و همش درس زندگیه واقعا. یعنی شما وقتی اینا این مثلا حالا شش بندی که من الان اینجا براتون گفتم رو نگاه بکنید، میبینید دیگه تمام گلستان سعدی از اول تا آخرش در 10 باب بوستان و در 10 باب گلستان همین نکات رو داره متأ اونجا مبسوط بیان میکنه و حکایت میاره و تعبیر و تفسیر میکنه. اینا رو فردوسی خیلی فهرستوار از زبان اردشیر و بابکان داره بر ما میگه، خیلی هم زیبا و جذاب هم میگه. حالا ادامهش رو دقت کنید، باز از این قشنگتر. بعد از این که میگه اینا اصول اخلاق هستش، بعد میگه که از این بگذری 5 راه هست پیش، کجا تازه گردد تو را دین و کیش. میگه برای اینکه دین و روشت در زندگی درست بشه به 5 نکته دیگه باید توجه کنی. اونا چیه؟ ایناست. میگه 1، توانگر شود
هر که خرسند گشت گل نوبهارش برومند گشت. دقت میکنی به نکته خیلی جالبه ها. توانگر شود هر که خرسند گشت گل نوبهارش برومند. یعنی چی؟ هر که خرسند یعنی قناعت، یعنی هر کسی که با آنچه که دارد راضی است در زندگی، این زندگیش مثل بهار روشنه. شما اینو در یک باب در فضیلت قناعت در گلستان اینو میخونید با 30 به سرا حکایتی که سعدی در باب این قضیه میاره. من اینو یه بار قبلا گفتم، هم مولانا هم سعدی هم حافظ و هم بسیار شاعران بزرگ دیگر ما همه از شاهنامه فردوسی الهام گرفتن. اینو هیچ کس نمیتونه انکار بکنه. دلایلش خیلی واضح و روشنه. حرف بی حساب کتاب نمیزنم، من دارم اینجا براتون اینا رو دارم میخونم و براتون فهرستوار دارم بیان میکنم. هر رو شاهنامه هم دارم میخونم، اجای دیگه هم نمیخونم. بنابراین شما میبینید که تمام این سرفصل هایی که اینجا اومده خودش دستمایه است. منتها برای کی؟ برای یه آدمی مثل سعدی که اون خودش حکیم سخنور سخندانه. همین یه نکته که میگیره یه باب راجع بهش مینویسه و اینو بست میده و توضیح میده. پس یک، توانگر شود هر که خرسند گشت در فضیلت قناعت گل نوبهارش برومند گشت. نگر بشکنی گردن آز را نگویی به پیش زنان راز را. سه دیگر، نیازی به ننگ و نبرد که ننگ و نبرد آورد رنج و درد. چهارم، که دل دور داری ز غم ز نا آمده بد نباشی دژم. به پنجم، به کاری که کار تو نیست نتازی بدان کان شکار تو نیست. ببینید این 5 تا نکته که میگه ایناست. 1، خرسندی و رضایت از داشته ها. 2، عدم حرص ورزی و آز. بعد عدم خصومت و کینه توزی. میبینید چقدر قشنگ اینا رو فرسوار میگه. بعد غم آینده نیامده را نخوردن، اونجایی که میگه سه دیگر نیازی. بعد چهارم، که دل دور داری ز غم ز نا آمده بد نباشید دژم. اینو مولانا در این رابطه یک فصل کامل بحث کنه. مولانا میگه که مردم از قصه بیش از خود قصه رنج میبرند. دقت کنید مولانا چه حرف قشنگی میزه. میگه مردم از قصه بیش از خود قصه رنج میبرند. یعنی چی؟ یعنی الان نشسته داره فکر میکنه که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده این داره قصهش میخوره که چه خواهد شد. نمیدونم، حالا من همیشه این مثال میزنم، دخترم یه شوهر خوب گیرش میاد یا نمیاد، پسرم مثلا کنکور قبول میشه یا نمیشه، اگر قبول شد شغل گیرش میاد یا نمیاد و مسائلی از این دست. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده این داره قصهشو میخوره که اگر اتفاق بیفته چه خواهد شد. در حالی که میگه باید در زمان زندگی کنی، نه در گذشته زندگی کنی و نه در آینده زندگی کنی، در حال باید زندگی کنی. بنابراین یکی اینه. بعد میگه که نکته بعدی که میگه اینه، میگه که رعایت عدم دخالت در کارهایی که به تو مربوط نیست و یا برای آن کار استعداد نداری. چی میگه؟ میگه به پنجم، به کاری که کار تو نیست نتازی بدان کان شکار تو نیست. میگه تو اگه استعداد انجام یک کاری رو نداری آقا جان چی؟ نرو دنبال اون کار، نرو مسئولیت قبول کن. ما متاسفم که این رو بگم، در داخل ایران چون یه اتفاق افتاده و من در جریان هستم بهتون میگم، یه بنده خدایی رو آوردن کردنش رئیس یه کارخانه بزرگ سیمان. دقت بفرمایید، حالا این آقا نمیخوام بگم آقازاده بود، به هر حال آدمی بود که مورد سفارش قرار گرفته بود، اونم مرکز سیمان دولتی که یکی از مراکز بزرگ. این آقا آمد شد رئیس اونجا. بعد از مدتی به 6 ماه نکشید خودش به سطوح اومد، گفت آقا من کارم کار من نیست، من نمیتوانم درک بکنم
پیچیدگی این قراردادهایی که امضا میشه و مسئولیت‌هایی که پیرو به هر یک کلمه‌ای که می‌نویسم یا دستوری که میدم به لحاظ سلامتی کارمندان، کارگران، قیمت سیمان، قیمت نمیدونم مواد اولیه، انفجارهایی که صورت میگیره مثلا برای چه میدونم کندن سنگ و تولید مواد اولیه برای نه خودش اومد کنار گفت آقا من نمیدونم، من نمیکشم، نمیتونم و اومد کنار. اینا نکته است. ببینید کسی میتواند به اصطلاح مسئولیت رو به عهده بگیرد که توانایی انجام اون کارو داشته باشه، غیر از این فقط خرابکاری. خب بس اینا رو هم داره اشاره میکنه جناب اردشیر به ما، در واقع فردوسی داره به همه ما رو، این سخن فقط با بزرگان نیست، با همه ما هستش. بعد ادامه داستان ببین اردشیر چی میگه. میگه زمانی ما یاساد از آموختن، اگر جان دل خواهی افروختن. یعنی چی؟ نگهواره تا گور دانش به جوی دیگه، به غیر از اینه متو با یک بیان دیگه است. زمانی ما یاساد از آموختن، اگر جان و دل خواهی افروخت. اگه میخوای جان و دلت افروخته باشه هرگز نگو دیگه آقا دیگه از ما گذشته، ما دیگه همه چی رو بلدیم، دیگه زمان درس خوندن و یادگیریه من دیگه تمام شده. نه، میگه تا اون لحظه ای که زنده هستی باید آموزش ببینی، باید یاد بگیری، باید مطالعه کنی، باید در جلسات بزرگان شرکت کنی و از سخنان اونها استفاده کنی تا جان و دلت چی باشه؟ روشن. زمانی میاسای از آموخته، اگر جان دل خواهی افروختن. چو فرزند باشد به فرهنگ دار، زبانه زبازی برو تنگ دار. هر آن کس که با داد و روشن دلی، از آمیزش یکدیگر مکسلید. دقت کنید به این نکته. میگه اگر پسر داری، فرزند داری، ببخشید میگم پسر، عذر میخوام، میگه اگر فرزند داری اون رو با فرهنگ بارش بیار. زمانه زبازی برو تنگ دار. عین این حرف رو نظامی گنجوی نسبت به بچه خودش میگه، وقتی که در به اصطلاح در همین به اصطلاح هفت پیکر وقتی که خطاب به پسرش میکنه میگه پسرم تو به سنی رسیدی، سنش مثلا 13-14 سالشه، میگه تو به سنی رسیدی که دیگه بازیگوشی و بچه بازی رو باید بذاری کنار. اگر میخوای که در زندگی موفق باشی باید به دنبال دانش باشی، باید که به اصطلاح بشینی نزد آموزگار و بازی و لهو و لعب رو بذاری کنار. این رو داشته باشی. این همین داستان توی سریالی هست به نام کرام، اگر دوستان دیده باشن سریال هست توی نتفلیکس میتونی ببینید. کرام، تاج به قول معروف، زندگی ملکه است، زندگی ملکه الیزابته. ایشون در سن فکر میکنم 13 سالگی پدرش میمیره، فلیپ پدرش میمیره، پادشاه بوده. نخست وزیر زمان میاد داخل کاخ، این مثلا خودش 13-14 سالشه، خواهر کوچیکش مارگریت یه چیزی بوده 10-12 سالشه. این دوتا بچه هم تو حیرون بایستن. خب برای بچه 13-14 سال هم سنی نداره، کوچیکه. آقای نخست وزیر میاد خیلی راحت و سریع جلوش وای میسه، دستاش هم یه دستش گره تو جیبش، برمیگره بهش میگه ببین الیزابت، اگر تو میخواهی که پادشاه و ملکه انگلستان باشی باید یادت باشه که از این لحظه به بعد تو دیگه یه بچه 13 سالی نیستی، دوران بچگی تو دیگه در این لحظه به پایان رسید، باید جدی باشی و باید که آموزش های لازم را ببینی تا بتوانی که این مملکت رو اداره کنی. و این بچه هم حیرت زده باقی نمونه. بخواب این دوتا مثال رو براتون ببرم که بدونید که بحث تربیت بحث بسیار مهمیه، که اون جناب پادشاه این رو داره به کی میگه؟ به بزرگان کشور خودش داره میگه و در واقع خطاب به همه مردم داره میگه. بعد میگه که چو فرزند باشد به فرهنگ دار، زمانه زبازی بر او تنگ دار. هر آن کس که با داد و روشن دلی، از آمیزش یکدیگر مکسلید. این قصه هر آن کس که با داد و روشن دلی از آمیزش یکدیگر مکسلید یعنی چی؟ یعنی سله رحم. سله رحم کلمه عربیشه، همه آمیزش با
به اصطلاح اقوام و دوستانه، میگه نباید همدیگر رو ترک بکنید، باید با همدیگه ارتباط داشته باشید، باید با همدیگه آموزش داشته باشید، رفت آمد داشته باشید، از حال یکدیگر همواره با خبر باشید، در جمع باشید، در انفراد زندگی نکنید. نرید هر کسی به دنبال کار خودش، بگه آقا من با دیگران کاری ندارم، ما سرمون به کار خودمونه. نه، باید در جمع باشه، و در جمع هستش که قدرت در جمع همیشه اینه داشته باشید. بعد که چنان داد که بیدادگر شهریار بود شیر درنده در مغزار. پادشاهی که بیدادگره مانند شیر درنده‌ای در مغزاره، همون زیر دستی که فرمان شاه به رنج و کوشش ندارد نگاه، بود زندگانیش با درد و رنج نگردد کهن در سرای سپنج. ببینید به دو تا اکسپکتروم دقت کنید، برخورد به دو تا به اصطلاح نقطه مقابل. یک، میگه پادشاهی که به اصطلاح دادگر نیست، مانند شیر وحشی در یک مرغزاره، و بعد در درست نقطه مقابل میگه افرادی هم که نسبت به پادشاه به اصطلاح وفاداری ندارند، اینها در زندگیشون موفق نخواهند. یعنی چی؟ یعنی مملکت انسجام نخواهد داشت. هم اون باید دادگر باشه، هم مردم باید فرمان بردار باشه. بعد نگاه کنید. در زیر دستان ما شاد باد، هم از داد ما گیتی آباد باد. اگر مهتری یابد و بهتری نیازد، به زفتی و کندآوری. حالا این قسمت به پایان میرسه. این سخنان به اصطلاح جناب پادشاه از سمت بزرگان، حالا میخواد رو به کی بکنه؟ به پسرش بکنه، شاپور. یادتون هست شاپور دیگه، که به اصطلاح شاپوری که از دختر اردوان به دنیا آمده بود و بعد مدت‌ها در پنهانی بود، اون داستان گوی و چوگان بازی و این حرفا که قاتلتون هست. حالا شاپور به سنی رسیده که به اصطلاح باباه پیر شده، اردشیر بابکان، عدشی داره با پسر رو نصیحت میخواد بکنه که تو چگونه پادشاهی باشی. قبل از این که نصایح عدشی رو بابکان گفته بشه، جناب فردوسی دو سه خط بر ما یه مقدمه میگه. میگه الا ای خریدار مغز سخن، دلت برگسل زین سرای کن. اگر شهریاری اگر پیشگاه، تو ناپایداری او پایدار. نشان بس بود شهریار عدشی، چو از من سخن بشنوی یاد گیر. میبینید فردوسی داره به ما میگه، میگه یادتون باشه خداونده که همیشه پایدار باقی میمونه. شماها مردم، چه پادشاه باشید چه پیشگار، یعنی در واقع خدمتگزار باشید، همتون از بین رفتن هستید. پس برای حواس جمع باشه، ببین چی دارم برات میگم، اینو یاد بگیر. چو سالش در آمد به 78، جهاندار بیدار بیمار. آقای اردشیر بابکان به سن 78 سالگی کشید، دیگه مریض شد. بفرمود تا رفت شاپور پیش، برا پندها داد زندازه پیش. بدو گفت کین عهد من یاد دار، همه گفت بدگوی را باد دار. دقت کنید، اینا خیلی نکات قشنگیه توش. اینا داره میخواد بند به بند پیش برم، نمیخواد همطور سریع بخونم عبور کنم. دقت کنید، بدو گفت کین عهد من یاد دار، همه گفت بدگوی را باد. میگه اون کسانی که میان پلود و بدگویی میکنن، از این اون از این گوش بگه، از این گوش رد کن و به حرف سخنان آدمای بدگوی دقت نکن. یکی، سخنهای من چون شنیدی بورز، مگر بازدانی ز ناعرض ارز. ناعرض یعنی بی ارزش، ارز یعنی ارزش. خب میگه سخنهای من رو دقت کن بهش، تا بتونی که بین حق و باطل تمیز قائل بشی. بدان ای پسر کین سرای فریب، ندارد تو را شادمان بی نهیب. حواست جمع بشه پسر من، این دنیا تو را همیشه شاد نگه نمیداره، هم به نهیب میده هم شادی بده. پس مربع این دنیا محل تضاده، هم شادی و هم غم و غصه تو هم با هم. نگهدار تن باش و آن خرد، چه خواهی که روزت به بد نگذرد. هم بدنتو سالم نگهدار، ببین همه درس دیگه واسه ما، هم بدنتو سالم نگهدار، تو هم خردتو. بدن سالم، عقل سالم در بدن سالم، این چیزیه که ما همیشه میگیم. ببینید چطور ما حتی اصطلاحات روزمرمون هم از به قول معروف از شاهنامه نشأت میگیره. چقدر زیبا، عقل سالم در بدن سالم، این حرفو
جناب فردوسی هزار سال پیش داره میزنه. نگهدار تن باش آن خرد، چه خواهی که روزت به بد نگذرد. چه حالا دقت کنی اینجا خیلی جالب، بذارید بخونم بعد توضیح بدم، خیلی دقت کنی ببین چی میگه. چو بردین کند شهریار آفرین، برادر شود شهریاری و دین. دقت کردی چی شد؟ یه بار دیگه. چو بردین کند شهریار آفرین، برادر شود شهریاری و دین. چو باشد خداوند رای و خرد، دو گیتی همه مرد دینی برد. چو گفت آن سخن، چه گفت آن سخن گوی با آفرین، که چون بنگری مغز داد است دین. دقت میکنید چطور به اصطلاح تلفیق میکنه حکومت و سلطنت رو با دیانت، درست برخلاف آنچه که همه ما میگیم که آقا دین از سیاست جداست. جناب اردشیر و بابکا میگه نه خیر، دین از سیاست جدا نیست، دین و سیاست با هم است، با هم میآید، اما به شرطی که حاکم دینی عادل باشد. اگر دقت کنید، چو بردین کند شهریار آفرین، اگر شهریار دین رو ارزش بنهد، آفرین داشته باشد، برادر شود شهریاری و دین، دین و پادشاهی با هم برادر میشن. چو باشد خداوند رای و خرد، دو گیتی همه مرد دینی برد. میگه اگر به سلام پادشاه خداوند رای و خرد باشه، یعنی هم شعور داشته باشد و هم به سلام سیاست داشته باشد، اون مرد دینی هر دو گیتی رو برنده میشه. یعنی چی؟ یعنی هم در دنیا و هم در آخرت، در پیش خداوند در آخرت و در بین مردم در دنیا موفق خواهد. بعد میگه چه گفت آن سخنگوی با آفرین، که چون بنگری مغز داد است دین. دقت میکنه، میگه که اگر درست توجه کنی اصل دادگستری در دین است. یعنی چی؟ یادتون باشه این جناب اردشیر بابکان خصوصا بعد از سلوکیان و اشکانیان که فرهنگ ایران زمین تحت تاثیر قرار گرفته بود و به اصطلاح خصوصا بعد از سلوکیان دین زرتشتی خیلی کمرنگ شده بود و خیلی اصلا به دین مسیحی گرایش پیدا کرده بودن و گسترش پیدا کرد و یا ادیان دیگه، اردشیر بابکان خیلی حساس بود که دین زرتشتی رو چیکار کنه، گسترش بده و جامعه رو هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ فرهنگی یک پارچه و یک دست بکنه. بنابراین روی مباحث دین خیلی اهمیت میده. بعد میگه که سر بعد ادامهش دقت کن، میگه سر تخت شاهان به پیچ سه کار، نخستین ز بیدادگر شهریار. میگه پادشاهان به سر حکومت خودشون به سر سه چیز از دست میدن. یکم این که خود پادشاه آدم بیدادگری باشه، دلایل نابودی پادشاه، یک بیدادگری پادشاه. دیگر آنکه بی سود را برکشد، ز مرد هنرمند برتر کشد. دوم اینکه انسانهای خرد بی ارزش بی لیاقت رو بیاره بالا و بهشون به صلاح جایگاه بده و از انسانهای فرهیخته چیکار کنه. ما الان میگیم مثلا آدمهای بی سواد رو بکنه حاکم بر آدمهای با سواد، یه همچین حالتی. بعد این است. سه دیگر که با گنج خیشی کند، به دینار کوشد که بیشی کند. سومی که پادشاهی که آز و طمع فرا بگیرتش و بیاد دنبال این باشه که دنبال ثروت بگرده برای خودش، بخواد پولش زیاد کنه. اینا باعث میشه تمام این به سلام حرکات ارکان پادشاهی رو به لرزه درخواهد. بعد میگه رخ پادشاه تیره دارد دروغ، بداندیش هرگز نگیرد فرو. پادشاهی هم که دروغ بگه، وعده های توخالی به مردم بده، اونم چهرش نابود میشه از بین میره. اگر پادشاه آز گنج آورد، تن زیر دستان برنج آورد، کجا گنج دهقان بود گنج اوست، وگر چند از کوشش و رنج اوست. میبینید پادشاهی که به اصطلاح آزورزی میکنه، بهتون گفته بودم از اول تا آخر شاهنامه میگه دو چیز عامل بدبختی مرد، یک آز زیاده خواهی، دوم حسادت. میگه این دوتا عامل بدبختی مردمانه. همیشه فردوسی رو این دوتا تاکید خاص میکنه. میگه
پادشاهی که آزبرزی کنه اموال رعیت رو اموال خودش میده و این باعث میشه که نابودی خودش رو رقم بزن. بعد میگه بدان باش، حالا ادامه به بچهش داره اینا میگه دیگه، میگه بدان باش تا دور باشی ز خشم، به مردی بدار از گناهکار چشم، چو خشم آوری زو پشیمان شوی، به پوزش نگهبان درمان شوی، هر آنگه که خشم آورد پادشاه، سبکسار خواند درا پارسا، چو بر شاه ای بس بدخواستن، بباید به خوبی دل آراستن. ببینید میگه که پادشاه باید خیلی جنبه داشته باشه، کسی که خصوص یادتون باشه پادشاهان اون زمان تعارف نداره، اون زمان سیستم دیکتاتوری بوده، پارلمانی در کار نبوده، نمیدونم این حرفا نبوده که شما مثلا بگه آقا الان مثلا میگن که آقای رئیس جمهور و پارلمان قدرت چه میدونم حمله به یک کشوری رو ازش گرفته، به این کشور خاص ایشون نمیتونه بدون اجازه پارلمان حمله کنه. تو میاد میگه این داستانه که اتفاق افتاده جدیده، یا جدیدن که میگم تا یه 6 ماه گذشته این اتفاق افتاده، اون موقع این حرفا نبوده. پادشاه میگفت اینو بکش، درجه سرش میبرید، میگفت ببخشید اگه 100 تا هم جنایت کرده بود، میگفت ببخشینش میبخشید، اینطوری بوده. بنابراین میگه پادشاه باید خیلی به اصطلاح ظرفیت های وجودیش بالا باشه، نه زود خشمگین بشه نه زیادی هم چی بشه دل رحم باشه، که تا یه نفر اومد پلوش گریه زاری کرد بگه آره خوب نداره، بعد وقتی بیچاره است دیگه ولش کنیم بذار هر کاری کرد اشکال داره، ضمناً هم نبعدم چی باشه تا تحت تاثیر یه چیز قرار گیره بوره بگه آقا سرش رو ببرید، این حرفا نیست. بعد حالا دقت کنید به اینجا، میگه دو بازی به هم بر نیاید زدن، می و بز و نخجیر بیرون شدن، که تن گردد از جنبش می گران، نگه داشتن این سخن مهتران. ببینید چی میگه، میگه دو تا کار با هم جور در میاد، به پسرش داره میگه، یکی دو تا کاری که با هم جور در میاد اینه که تو بری مشروب بخوری مست بشی بعد بخوای بری شکار کنی این دو تا با هم جور در میاد، حواست جمع باشه که اگر این اتفاق بیفته این شما رو با مشکل روبرو میکنه، به پسرش داره. بعد میگه که به فردا ممان کار امروز را، برای تخت منشان بدآموز را. میگه کار امروز به فردا میف کن، ضمناً آدم های بدآموز را هم دور بر خودت نگه ندار. دیدید بعضی ها اساسا آیه یأس هستند و به اصطلاح باعث میشن که انسان تصمیمات بد بگیره. مجو از دل عامیان راستی، که از جستجو آیدت کاستی. آدم های عامی رو هم به حرفاشون خیلی توجه نکن، آدم های بی سواد حرفایی میزنن از در همون بی سوادی دیگه، بنابراین دقت کن که تحت تاثیر آدم های بی سواد هم قرار نگیری. از ایشان تو را گربد آید خبر، تو مشنوز بدگوی و اندوه مخر. آدم های بی سواد برای خودشیرینی هم که شده میان از این از من خبرهای بد برات میارن، اگه آوردن این خبر بد آوردن توجه نکن و خودتون نگران این حرفا نکن. بترس از بد مردم بدنهان، که بر بدنهان تنگ بادا جهان. آدم های بددل آدم های خطرناکی هستن، مراقب باش که آدم های بدنهان و بددل رو دوربر خود نداشته باشی، که زندگی رو برات سخت خواهد کرد. سخن هیچ مسرای با رازدار، که او را بود نیز انباز و یار. تو عیب کسان تا تبایی مجوی، که عیب آورد بر تو بر عیب گوی. چقدر درسای اخلاقی زیباییه. بگه اولا اگه یه رازی رو میخوای که برای همیشه راز باقی بمونه، واقعیت قضیه اینه که با هیچ کس نباید در بیاری، فقط تو قلب و دل خودت باید باشه اگه واقعا میخوای این راز راز بمونه. ولی اگه به یه نفرم اعتماد کردی گفتی، تو بدان که اون یه نفرم یه رازداری برای خودش داره، اونم میره این راز به اون رازدار خودش میگه و بعد همه این تسری پیدا میکنه و راز تو برملا میشه. بنابراین دقت کن که اگر رازی میخوای برای بگه فقط تو قلب خودت نگهشته، به کسی دیگه هم نمیخوای. بعدم میگه که عیبجویی از دیگران نکن، اگر شروع کردی از مردم عیبجویی کردی بدون که دیگرانم نسبت به تو عیبجویی خواهند. این قصه خیلی مهمی، حواستون به این قضیه
عیبجویی باشه. نکته بعدی، اگر چیره گردد هوا بر خرد، خردمند از مردمان نشمند. مواظب باش که هوا و هوست بر عقلت چیره نشه. خردمند باید جهاندار شاه، کجا و هر کسی را بود میخواه. چو خواهی که بستایدت پارسا، بنه خشم و کین چون شبی پادشاه. میگه اگه خشم و کین رو کنار بذاری وقتی که به قدرت رسیدی، بدون که در اون شرایط پارسایان تو رو ستایش میکنن. پس مربنی این کنترل خشم و کین بسیار بسیار نکته مهمی. هوا چون که بر تخت حشمت نشست، نباشی خردمند و یزدان‌پرست. هوا به منزل هوا و هوسه. میگه اگر هوا و هوس بر بسیار تخت حشمت نشست، یعنی بر تو غالب شد، بدون که دیگه خردمند و یزدان‌پرست نخواهی. بنابراین پس به این نکته توجه داشته باش. نباید که باشی فراوان سخن، به روی کسان پارسایی مکن. سخن پیش فرهنگیان سخته گوی، که باشی نوازنده و تازه روی. مکن خار خواهند درویش را، بر تخت منشان بداندیش را. هر آن کس که پوزش کند بر گناه، تو بپذیر و کینه گذشته مخواه. همه داد ده باش و پروردگار، خنک مرد بخشنده و بردبار. میبینید که همه بحثی که میکنه راجع به نحوه رفتار و گفتاری است که در ارتباط با مردم شما باید داشته باشید. خب نکته قشنگ قضیه اینه، میگه سخن پیش فرهنگیان سخته گوی، که باشی نوازنده و تازه. میگه وقتی با یه آدم حسابی، آدم های تأثیر کرده، آدم های فرهنگی نشستی، سعی کن سخنهای وزین و صحیح و درست بگی. هر حرفی رو جلوی یه عده آدم باسواد نمیشه زد. بله شما با یه عده آدم های عامی سرکار داری، ممکنه که یه کلاسی پایین صحبت بکنی و یا بعضی حرفایی هم بزنی که شاید مثلا شایسته هم نباشه، ولی خب کسی بر شما ایراد نمیگیره. ولی وقتی نشستی میونه چهار تا آدم تأثیر کرده یه باسواد سخنسنج، باید خیلی دقیق صحبت بکنی و باید مستند صحبت بکنی. حرف علکی نمیتونه از زبان شما بیرون بیاد. خب به این نکات توجه. خب بیا رای دل را بدانش، که عرض بدانش بود چون بدانی بورز. چو بخشنده باشی گرامی شوی، بدانای و داد نامی شوی. تو عهد پدر با ربانت بدار، به فرزند مان همچنین یادگار. خب اینا رو دیگه بخشای پایانیه که نصیحت تو کنه فرزند رو که بله این نکاتی که گفته حواست باشه، همین حرفا هم به بچت بگو. اینجا نصایح جناب اردشیر بابکان به فرزندش شاپور یا شاپور اول به پایان میرسه. حالا نکته جالب قضیه اینجاست، اردشیر در ادامه بحث خودش پیشبینی هایی رو میکنه. یادتون باشه اردشیر بابکان بر اساس تاریخ مدون ما، ایشون از در سال 224 تا 220 تا 241 که قبل از میلاد، بعد از میلاد عزم میخواد، از 224 تا 241 که میلادی به عنوان شاهنشاه شناخته میشه، ولی از سال 208 میلادی تو استخ حکومت رو به دست آورده بود. دقت میکنین از 208 تا 241 ایشون کلن حکومتش اونقدر طول میکشه، ولی شاهنشاه یعنی وقتی که مملکت یک پارچه میکنه از 224 تا 241 هستش. پس 208 تا 241، 224 تا 241، این دوتا رو تو ذهنتون داشته باشید. وقتی اینا رو جمع میزنیم یه چیزی حدود 50 سالشون حکومت کرد، یعنی 48 سال دقیق بخوای 48 سال ایشون حکومت کرد. این داشته باشیم. اما یادتون باشه پادشاهی ساسانیان در سال 651 به وسیله اعراب از بین میره. خب پس اگر ما 241 رو
از 651 کسر بکنیم یه چیزی حدود 450 سال اینطورا 400 تا 450 سال اینطورا حکومت ساسانیان چیه؟ تداوم داشته. خب نزدیک به 500 سال، با یه کمی مثلا با یه 50 سال نزدیک به 500 سال ساسانیان بر ایران حکومت میکنن، از زمانی که اردشیر بابکان که سرسلسله ساسانیان است شاهنشاهی ساسانی رو بنیانگذاری میکنه، بعد از سلوکیان و بعد از اشکانیان، این دوتا از بین میرن. یعنی اردوان در واقع جزء پادشاهان اشکانی بوده که به وسیله همین آقای اردشیر بابکان شکست میخوره و از بین میره، اون چیزی که در شاهنامه. دقت کنید، حالا این جناب اردشیر بابکان داره به پسر شاپور پیشبینی میکنه و چه چیزهایی میگه. خیلی جالب میگه که برای این بگذره از سالیان 500، دقیقش 450 ساله، برای اینجا داره میگه حدود 500 سال. میگه برای این بگذره از سالیان 500، بزرگی شما را به پایان رسد. پیشبینی 500 سال قبله. میگه شما به سلا 500 سال بر شما خواهد گذشت و بزرگی شما از بین خواهد رفت. بپیچ از سر از عهد فرزند تو، هر آن کس که باشد ز پیوند تو. میگه فرزندان ما در آینده سر از عهدی که من گذاشتم، یعنی این قراردادها، این اصول اخلاقی که ما بنیانگذار کردیم، اینا از این سر باز خواهند زد. زرای و زدانش به یک سو شود، همان پند دانندگان نشنود. دیگه از رای دانش کنار خواهند رفت و به سخنان بزرگان و دانشمندان گوش نخواهند. جهان تنگ دارند بر زیر دست، برای ایشان شود خاری از دان پرست. دیگه دنیا رو بر زیر دستان خودشون سخت خواهند کرد. یعنی چی؟ به دنبال آز خواهند رفت، به دنبال ثروت اندوزی خواهند رفت و برای ایشان شبت خاری از ناپرست. انسانهای به اصطلاح مؤمن، انسانهای خداپرست نزد اینا به اصطلاح چی میشن؟ خار میشن. و یعنی چی؟ یعنی آدمهای طماع، ثروتمند، دنیا پرست پیش فرزندان ما در آینده 500 ساله بزرگ خواهند شد و به اصطلاح جایگاه خواهند یافت. گشاده شبت هرچه ما بسته ایم، نماند همین دین که ما شسته ایم. دقت میکنید، میگه همه این قراردادهای اجتماعی که ما پایبندش هستیم اینها رو نابود خواهند کرد و این دینی رو که ما پاکش کردیم، تمیزش کردیم و در اختیار مردم قرار دادیم، اینا این دین رو آلوده خواهند کرد. یعنی چی؟ یعنی برداشت غلطی از دین در ذهن مردم خواهد بود. حالا این دین زرتشتیه، برداشت غلطی، تفسیر غلطی از اوستاست، هرچی که ایران به عنوان دین قبولش داشتن و مبتنی بر اون بوده. بعد میگه که حالا میبینید چی میخوام بگم. شما ببینید که این رو اردشیر بابکان 500 سال قبل از نابودی این سلسله داره پیش بینی میکنه. میگه که این اتفاقات خواهد افتاد. دلیل این که چرا یه عده عرب میان و یه مثلا امپراتوری ساسانی رو نابود میکنن، این نیست که اونا قوی هن. مشکل اینه که اینا ضعیفن. مشکل اینه که اینها از درون پوسیده شده، مثل یه خانه بزرگ و زیبایی که موریانه پایهایی رو چیکار کرده؟ خورده. فقط کافیه یه تلنگر به این بخوره، یه ضربه به این بخوره و کل این خونه چی بشه؟ فرو بریزه. دقت میکنه، یه همی خواهم از کردگار جهان، شناسنده آشکار و نهان، که باشه از هر بد نگهدارتان، همه نیکنامی بود کارتان. زیزدان از ما بران کس درود، که داد و خرد باشدش تار و پود. نیارد شکست اندر این عهد من، نخواهد که هنزل شود شهد من. دو مرتبه این کلمه هنزل باز از اون کلمات عربی است که در شاهنامه به کار برده شده. هنزل میدونید که اسم دیگریش که ما در به اصطلاح تو گیاهشناسی ازش یاد میکنیم بهش میگیم هندوانه ابو جهل. توی همین کالیفرنیا هم زیاده. یه به اصطلاح گیاه به اصطلاح علف هرزیه که توی این مناطق کوهستانی شما دیدید روی زمین پخش میشه، یه میوه های کوچولوی زرد رنگی میده، اول سبز
بعد بنده یه توپ به قول معروف چی میگن تنیسه، بعد رنگش زرد میشه، فوق العاده شبیه هندونه هم هست. وقتی هم بازش میکنی خدا نکنه به زبونتون بخوره، بسیار تلخ و به اصطلاح بدمزه است، بسیار بسیار تلخ. بهش میگن هندوانه ابو جهل یا هنزل، ولی گیاهیست بسیار از نظر دارویی ارزشمند. یعنی همین میوهش رو میگیرن عصاری میکنن و بسیاری از داروهای گیاهی رو از این تهیه میکنن. خب اینم داشته باشیم. بعد میگه که برآمد 40 سال و بر سر 2 ماه که تا برنهادن به شاهی کلاه، به گیتی مرا شاورسان از 6 هوا خوشگوار و بجور آب خش، کنون دخمه را برنهادیم رخت، تو بسوار تابوت و پرداز تخت، روان مرا شاه گردان بداد، که پیروز بادی تو بر تخت و شاد. بگفت این و تاریک شد بخت او، دریغ آن سر و افسر و تخت او. ببینید که آخرش هم به سلام میگه که دیگه ما دورمون به پایان رسید و با شما خداحافظی میکنیم. ما 6 تا شهر ساختیم در این مملکت، همین جندی شاپور که بعدم دانشگاه جندی شاپور که حالا شد شهید چمران بهش میگن، در جنوب ایران جندی شاپور همون شهری بود که به سلام اردشیر بابکان در واقع میسازه ولی به نام پسرش میذاره جندی شاپور. و بعدم میگه که خیلی نکته جالبیه، میگه روان مرا شاد کردن بداد، که پیروز بادی تو بر تخت و شاه. این هم خیلی نکته قشنگیه. شنیدید یک کسی اگر کار خوب میکنه، ما مثلا ما ایرانی ها خصوصا میگیم خدا باباشو بیامرزه، عجب مثلا کار جالبی کرد، طرف کار خوب کرده ولی واسه باباش ما دعا میکنیم، میگیم خدا پدرشو بیامرزه. برای چی؟ برای اینکه همچین فرزندی رو چیز کرد. اینم همون حرفو داره میزنه، میگه تو دادگر باش تا روان من چی بشه؟ شاد باشه. تو اگر دادگری کنه روان من، یعنی مردم دعا میکنن که به سر خدا پدرت بیامرزه مثلا روان من شاد شه. خب اینجا قصه اردشیر بابکان به پایان میرسه. دیدید که نسبتا داستان مفصلی هم بود، ما حداقل 3-4 جلسه در این خصوص با هم دیگه بحث داشتیم. اینجا کنکلوژن و جمع‌بندی و نتیجه گیری از داستان زندگی اردشیر بابکان. شما ملاحظه کردی که اردشیر بابکان 2-3 کار مهم انجام داد. 1 احیا و حفظ خط خونی سلطنت ایران از قبل از اسکندر مقدونی، یعنی برگشت و مرتبه به داستان بهمن و اسفندیار و بعدم قبل از اسفندیار اون گشتاسپ و لهراسپ و بعدم اون خط خونی تا برسه به فریدون. این خط رو اولا حفظ کرد. دوم اینکه مملکتی رو که تیک پاره بود و ملک و طوایفی که این جناب اسکندر با راهنمایی ارسطاتالیس یا ارسطو بر کشور حاکم کرده و 200 سال کشور در زد و خورد بود و سر کول هم میزدن، اینو همه رو یک بار شکر و 2 مرتبه اون احیای سلطنت به اصطلاح پادشاهی و امپراتوری ایران رو به سرانجام رسوند. این دوتا. سوم اینکه امنیت داخلی ایجاد کرد و علاوه بر امنیت داخلی سازماندهی در کشور به وجود آورد، یعنی اومد نظام ارتش رو راه اندازی کرد، نظام امور سیاسی رو درست مثل استانداری هایی که مثلا ما الان داریم میگیم استانداری، اونجا هم این استانداری رو به وجود آورد. ارتش رو ساماندهی کرد، استانداری ها رو ساماندهی کرد و قوانین بسیار قرص و محکمی رو در داخل کشور درست مثل یک منشور، مثل یک قانون اساسی، یک قانون اساسی در واقع نوشت و کشور رو بر اون اساس به سر حکومت رو منظم و مرتب کرد. یعنی فقط این نباشه که شاه چی میگه، در واقع قانون اساسی چی میگه و همه در مقابل اون قانون اساسی چی بودن؟ مسئول بودن، از جمله خود پادشاه مسئول بودن که بر طبق اون عمل کنه. خب این هم از این. نکته بعدی که انجام داد در واقع اومد یک
به اصطلاح انقلاب فرهنگی هم به وجود آورد. یادتون باشه جامعه ایران تا قبل از این که در دوران سلوکیان و نمیدونم دوران اشکانیان بوده، خیلی اوضاعش به هم ریخته بوده. هر منطقه یه فرهنگی، یه نهله فکری، یه دینی، یه روشی برای خودشون داشتن. حالا اینا اومده همه رو چیکار، یک نوع انقلاب فرهنگی علاوه بر انقلاب سیاسی، انقلاب فرهنگی هم انجام داده. اومده تلاش کرده که اولا دین زرتشت رو گسترش بده، ثانیا دین زرتشت هم یه قرائت درست و صحیح از دین زرتشت رو چیکار کنه، به قول معروف جا بندازه. که به همین دلیل میگه که اونهایی که در آینده میان این قرائت پاکیزه از دین رو چیکار میکنن، مخدوش خواهند کرد. به همین دلیل یزدان پرستان واقعی کنار زده خواهند شد و کسانی که به صورت جاه طلب هستن جایگزین اینا خواهند شد، که بعد میبینیم حالا بعدن که میخونیم ان شاء الله شاهنامه رو به پایان داریم میریم، میبینید که چه اتفاقاتی میفته. بعد یاد حرفای این آقای اردشیر بابکان بیفتید شما بعدها وقتی من اشاره خواهم کرد، به یاد این حرفا بیفتید. بنابراین اینها رو عمر قشنگ داره بیان. اینا کارهایی است که اردشیر بابکان انجام میده و انصافا تحول عظیمی رو به وجود میاره. یعنی ما به عنوان ایرانیان باید واقعا چی میگم سپاسگزار خدمات اردشیر بابکان باشیم که دو مرتبه احیا میکنه اون به اصطلاح انسجام و قوام مملکت ایران. خب من دیگه بحثم راجع به اردشیر بابکان اینجا به پایان میرسه. میام شروع میکنم به پادشاهی شاپور اول. شاپور اول فرزند اردشیر بابکان. میگه چو شاپور بنشست بر تخت داد، کلاه دلفروز بر سر نهاد. چنین گفت که این نام دار انجمن، بزرگان با دانش رای زد. همه گوش دارید فرمان من، مگردید یک سر ز پیمان من. و از این هرچه گویم پژوهش کنید، اگر خام باشد نکوهش کنید. این خیلی حرف قشنگیه. این حرفی که میزنه فوق‌العاده است. با کیا داره حرف میزنه؟ یا تو میاد اردشیر چی گفته بود؟ گفته بود که وقتی با یه عده آدم حسابی نشستی، با بزرگان نشستی، حرف چی بزن؟ حرف منطقی درست حسابی بزن، حرف علکی نمیتونی در حضور بزرگان بزنی. کلمه ای که به کار میبره اینه، میگه ای بزرگان، ای نامداران، خوب دقت کنی من چی دارم بهتون میگم، حرفای من توجه کنید، اگر حرفی میزنم روی حرف من تعمق و پژوهش کنید، اگر حرف من غلطه منو نکوهش کنید. بنابراین یه معیار گذاشته برای سخنان خودش و عمل کرده خودش. میگه من حرفی که میزنم شما به عنوان دانشمندان، بزرگان، فرهیختگان، علما، موبدان به حرف من توجه کنید. اگر دیدید حرف من با منطق و با مبانی دین سازگار نیست، منو چیکار کنید؟ انتقاد بر من بکنید و منو راهنمایی کنید. بعد میگه که چون من دیدم اکنون به سود و زیان، دو بخشش نهاده شدن در میان. یکی پادشاه پاسبان جهان، نگهبان گنج کهان و مهان. دیگر شاه با داد و فرخ پی است، خرد میگمان پاسبان وی است. همه جستنش داد دانش بود، ز دانش روانش برامش بود. دگر آن که او زازمون خرد، بکوشد به مردی و گرد آورد. به دانش یزدان شناست سپاس، خنک مرد دانای یزدان شناس. به شاهی خردمند باشد سزا، به جای خرد زر شود بیبها. ببینید چه حرفایی میزنه. میگه پادشاه خوب اون پادشاهی است که به دنبال دانش و خرده، و اگر پادشاهی در وادی دانش و خرد حرکت کنه، اون به پادشاهی شایسته، غیر از این باشه ارزش نداره. و بعدم اشاره خاصی که میکنه، ببینید چه نکته قشنگی میگه، به شاهی خردمند باشد سزا، به جای خرد زر شود بیبها. میگه در جایی که خرد هست و ارز زر هست، یعنی طلا هست، در مقابل خرد طلا بی ارزش است. دقت کردید چه عرض میکنم؟ میگه پادشاه باید به خرد ورزی توجه کنه، نه به مال اندوزی. بعد میگه که توانگر شود هر که خوشنود گشت، دل آزور خانه دود گشت. اینم نکته خیلی زیباییه. میگه آن کسانی ثروتمند هستن که خوشنود هستن. خوشنود هستن یعنی چی؟ یعنی
راضی هستند به آنچه که دارند، همون قناعت، در فضیلت قناعت. پس میگه بعد میگه به کوش، بعد میگه دل آزبر خانه دور کرد. کسانی که حرص و طمع دارند هرگز رنگ آرامش و آسایش رو نمیبینند، همیشه دلشون پر از سیاهی و دوده. بعد میگه که کرا آرزو بیش تیمار بیش، اونایی که آرزوهای طول دراز دارن درد سرای زیادی هم خواهد داشت. کرا آرزو بیش تیمار بیش، بکوش و من آرزو پیش خیش، به چیز کسان دست یازد کسی، که بهره ندارد ز دانش بسی. کسی دنبال مال اموال دیگرانه که عقل و دانش درستی نداره. مهان و کهان پاک برخواستن، زبانها به خوبی بیاراستن. به شاپور بر آفرین خواندن، زبرجد به تاجش برافشاندن. از آن پس پراکنده شد آگهی، که بیکار شد تخت شاهنشهی. بمرد اردشیر خردمند شاه، تبه گشت کوس و درفش و سپاه. میبینید بزرگان کشور بعد از این خطابه‌ای که به قول معروف جناب شاپور در آغاز پادشاهی خودش میکنه، همه از جا بلند میشن و به ایشون به اصطلاح تبریک میگن و درش درود میفرستن که بله دست شما درد نکنه، بسیار حرفای قشنگی زدید، ما هم با شما حالا به تعبیر من پیمان دوستی و مودت و فرمانبرداری رو با شما خواهیم داشت، که عربا میگن بیعت، بیعت میکنیم با شما، ولی در فارسی میشه پیمان دوستی و مودت، پیمان دوستی و فرمانبرداری از پادشاه. خب این پیمان رو با او به سر میبندن و خبر میپیچه که بله اردشیر مرد، اردشیر مرد دیگه، ایشون حالا شد پادشاه. دقت بلافاصله من به شما چی گفتم؟ گفتم دشمنان ایران همواره منتظرند که یه ذره تزلزل در کشور وجود بیاد، یه ذره تزلزل. گذشته‌های دورش یادتون بیاد از دوران تورانیان و بند بساط که من ده ها موردش رو برای شما اشاره کردم، حالا هم دوران به اصطلاح ساسانیان رو هم براتون دارم میگم. بلا فاصله که جناب اردشیر بابکان سر روی زمین میذاره، اولین کسی که بر علیه ایران حرکت میکنه کیان؟ همین رومیا هستن. فوری ارتش روانه میکنم که خب مملکت بی‌صاحب شد، پادشاه حالا کوی پسرم که شاپورم که جوونه و فلان و بیسار، بری ترتیب ایرانو بدی. ارتش میفرستن که به ایران حمله کنن. ببینید در زمان انقلاب هم یادتون میاد دیگه، بلافاصله که انقلاب شد، همسایه بغلی ما که تازه مسلمون هم بودن و تازه شیعه هم 60%شون هم شیعه بودن، بلافاصله اولین کاری که کردن کیا حمله کردن؟ همین عراقی ها حمله کردن که مملکت رو چیکار کنن بگیرن، صدام حسین و بند بسا. کیا کمکش کردن؟ کویت 140 میلیارد دلار فقط یه قلم کویت، عربستان سعودی و نمیدن فلان. در بین اسیران ما با از 30 تا کشور اسیر داشتیم یادتون باشه، در زمان جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران ما از 30 کشور، هم از اروپایی ها و هم غالبا از کشورهای عربی و اسلامی، ما اسیر داشتیم در داخل ایران خود، یادتون باشه. به اینجا حواستون باید خیلی جمع. سپاهی ز قیدافه آمد برون، که از گرد خورشید شد سر. قیدافه منطقه ایست در روم دیگه. از طرف دیگه زبالونیه همچنین لشکری، بیامد سپهدارشان سروری. برانوش بود نام آن پهلوان، سواری سرافراز و روشن روان. برآمد ز هر دو سپه کوس و قو، بجنبید در قلب شاپور نو. زمین جنبان شد و پر ز گرد، چو آتش درفشان سنان نبرد. زبان کجا با خرد بود جفت، به جز نام دادار یزدان نگفت. میبینید یه ارتش، یعنی از دو سو میان ایران رو میخوان چیکار کنن؟ قیچی کنن. میان از دو طرف، از بالونیه و از قیدافه، دو تا ارتش میاد، میان که ایران رو قیچی کنن و جنگ بزرگی در میگیره. برانوش جنگی به قلب‌اندرون، گرفتار شد با دلی پرزخون. از آن رومیان کشته شد
بیشمار به بالونیه در صف کارزار. 1200 گرفتار شد، دل جنگیان پرز تیمار شد. به بالونیه در ببود روز، هفت زروم اندر آمد به احواز رفت. همی برد هر جا برانوش را، بدو داشتی در سخن گوش را. دقت کنید اینجا به اصطلاح خیلی داستان خلاصه شده، اما من یه خود داستان مفصل‌ترش براتون بگم. این برانوش یه به اصطلاح فرمانده بزرگ رومی بود و در واقع اصل ارتش هم بالا همین این برانوش بود. یک اون یکی فرمانده خیلی بزرگی نبود، اونم اومده بود به برانوش کمک کنه. اینا فکر میکردن که ایران ضعیف شده، ولی در حالی که شاپور مرد بسیار هوشمندی بود، همون شاپور اول پسر اردشیر، بالاخره بزرگ شده اردشیر بود دیگه، و در ضمن اینا نمیدونستن که این اردشیر بابکان اینقدر ارتش رو قشنگ به اصطلاح تعلیم داده. یادتون هست من جلسه گذشته مفصل راجع به چگونگی آموزش ارتش صحبت کرده بودم که چطور جوان ها که می اومدن رده بندی می شدن، بعد اینا طبقات مختلف می اومدن، بعد هر کدوم گزارش برشون تهیه می شد، داستانی بوده. وقتی که میان و با ارتش ایران برخورد میکنن، نه ای بابا اصلا این ارتش اون ارتشی نیست که اینا تصور داشتن. اینا تا زمان اشکانیان و اینا رو در نظر داشتن دیگه، مثلا اینا هم یه آدمای متفرقی هستن و حالا چهار تا کشاورز و فلان بسیار میان، هر کدوم یه داس و بیلی دستشو میگیرن میخوان بیان مثلا با ما بجنگن با ارتش رو. گفتن نه بابا، یه ارتشیه که ساماندهی و سازماندهیش خیلی فراتر از خود رومیاست. برای من شکست خوردن. وقتی شکست خوردن عده زیادیشون اول کشته شدن، 1600 تاشون به همراه این آقای برانوش چی میشه؟ دستگیر میشه. اینا رو برمیدارن بیارنشون به دوربر اهواز. من اون منطقه رفتم، نمیدونم حالا شما تشریف بردید یا نه، ولی من رفتم براتون تعریف میکنم. در اهواز یه شهری هست به نام، نزدیکای خوزستان یه شهری هست به نام، دو تا شهر کنار هم، یکی شوشه یکی شوشتره، شنیدید اینو حتما، شوش و شوشتر، که در شوش اون به سلام موزه شوش وجود داره و یه به اصطلاح چه میدونم آثار باستانی هستش و این صحبت ها، به اضافه یک موزه خیلی قشنگی اونجا هست که به اصطلاح معروف به موزه شوش و اون قلعه اون فرانسوی هایی که اومده بودن اونجا باستان شناسی میکردن کاوشگر. اینا بمانن بحث اون رو نمیخوام بکنم، رو شوشتر میخوام صحبت کنم. اگر تشریف برده باشید توی شوشتر، در اونجا یه رودخانه وجوده که از شعب به سر رود دزه و بر روی اون آثاری از یک پل بزرگ وجود داره. همین الان هم که شما برید به شوشتر اون رو اونجا میبینید، اون آثار و پایه های پل رو میبینید. علاوه بر اون یکم اونورتر از رودخونه در ساحل رودخونه توی حالت تپه مانندی شما آثار یک ساختمان بزرگ رو هم اونجا میبینید. اونجا خود اهالی شوشتر بهش میگن قلعه رومیا. دقت میکنید بهش میگن قلعه رومیا. خیلی جالب. بعد داستان از این قراره، این جناب آقای چیز که میاد شاپور، این رومیا رو که دستگیر میکنه همراه با این رئیسشون برانوش، اینا رو میاره توی شوشتر، اونجا تو اون قلعه زندانی میکنه. بعد از مدت که اونا تو اون قلعه هستن، بالاخره که اونا رومیا سربازن دیگه، بیچارا مدت اونجا موندن توی قلعه، بهشون خیلی سخت میگذره و اسیر هستن و این صحبت ها، میان با پادشاه شاپور وارد مذاکره میشن، میگن که ما را آزاد کن، ما بریم فلان بیسار، مثلا پول میدیم، چه میدونم غرامت میدیم، این صحبت ها، و با پادشاه به اصطلاح روم تماس میگیریم که غرامت خون ما رو بدن، به شما هم مثلا فدیه بدن، چی بدن تا ما رو آزاد کنید. شاپور میگه نه، من به یه شرط شما رو آزاد میکنم و شرطش اینه که بر روی این رودخانه خروشان که از وسط شهر ما داره عبور میکنه شوشتر، شما یه پل بسازید، این 1600 نفر نیروهایی که اینجا هستید یه پل بسازید. اگر یه پل مهندسیه خیلی قرص و محکم و حسابی ساختید که ما تونستیم به راحتی از روی این پر رفت آمد بکنیم، این غرامت
به سال خون شماست، من شما رو آزاد میکنم برگردید برید رو. اینو از این به سال پیشنهاد خیلی سخاوتمندانه پادشاه ایران خیلی خوششون میاد، میگه عجب پادشاه عادلیه، ما رو به بیگاری نمیگه. و این پادشاه میتونست شلاق بگیره رو اینا، بگه من وادارتون میکنم که پل بسازید، میگه نه به میل خودتون بسازید، اگه پل خوبی رو ساختید من شما رو آزاد. اونم میگن باشه. سه سال اینا به شدت کار میکنن و این پل رو میسازن، پل بسیار مستحکم و قوی میسازن. پادشاه هم به عهد خودش وفا میکنه، میگه خیلی خوب شما از این لحظه آزادید، میتونید برگردید به کشور خود. به خاطر این رفتار به اصطلاح خوب پادشاه، یه عده از این رومیا میگن که ما کجا بریم که پادشاهی از این بهتر داشته باشه. یه عده میمونن و در همون شهر شوشتر رومی ها باقی میمونن، عده زیادشون، مثلا فرض کن 50% برمیگردن میرن، 50% میمونن. اونایی که در اونجا باقی میمانند با زنان ایرانی چیکار میکنن؟ به اصطلاح ازدواج میکنن، خونه زندگی تشکیل میدن و جزوی از به اصطلاح جامعه ایرانی در شوشتر میشن. عده ای الان در شوشتر حضور دارن، وجود دارن. این خیلی جالبه که بدونید، که شما بدونید مناطق جنوب ایران مردم نوعاً چی هن؟ سیاه‌چرده هستن، میدونید این واقعیتیه، ما میدونید تو خوزستان خوزی ها مثلا شما ببینید یه آدم هایی هستن نوعاً یه خوده چهرهشون از ما که ما مناطق شمالی تر هستیم چهرهشون تاریک داره. مثلا یه گیلانی رو مقایسه کنید مثلا با یه خوزستانی، تفاوت چهره، یا یه ترک آذربایجانی رو مثلا مقایسه کنید ببینید اینا چهرهشون خیلی روشن‌تر نسبت به اون قسمت‌های جنوبی. و جالبه که در شوشتر مردمانی را میبینید شما که چهرهشون به طور کلی شبیه به مردمان جنوب ایران نیست و معتقد هستند که اینها بقایای همان رومی ها هستند که در اونجا هستن. من خیلی باحزه است، الا اسم نمیبرم ولی اسم کوچیکشو فقط میگم، یه دانشجویی داشتم دوره دانشجوی من بود، دوره فوق لیسانس پیش من درس میخوند، بچه همیش بیشتر بود. این پسر، حالا خدا حفظش کنه، پسر خیلی خوشتیپی بود، خیلی قشنگ بود و قد هیکل خیلی بسیار موزونی داشت. چشمای روشنی داشت، چشمای خرمایی روشنی داشت، موهاش هم به بور میخورد، به بلوند و مثلا قهوه‌ای میخورد، نه حالا نمیخوام بگم بلوند زرد نبود ولی قهوه‌ای روشن زیتونی توی این مایه ها بود، پوستش هم سفید بود. بعد این چیز میکرد، یه خورده همچین چیز بود، چجوری بگم، محافظه کار بود، اینجوری بگم شاید حرف قشنگ تری باشه، دیگه نمیخوام حرف کلمه دیگه. تو این جنگولک بازی ها که ما میرفتیم توی عملیات صحرایی که من با دانشجوام زیاد میرفتم، این خیلی مثل این بچه های دیگه تیز و بز نم. بعد یه دفعه من اسمش هم بهروز بود، روزبه. این روزبه، یه بار من بهش گفتم که تو مثل این بر بچه های جنوبی نیست، این بچه جنوبی ها خیلی فلفلی هم به قول معروف تند و تیزن این حرف رو. گفت والا آقای دکتر بله درسته، ما بچه شوشتریم ولی به ما انگه اینو میزنن که اجداد ما از این رومی پومی ها بودن. گفتم والا قیامت هم میخوره، خیلی بی ربط هم این حرف رو نمیزن، میخندیدیم به هر حال. ولی بسیار بچه با فرهنگ با شخصیت، الان هم استاد دانشگاهه، همون آقا الان استاد دانشگاهه در همون منطقه، استاد دانشگاه. و میگفتش که بله فقط من این شکلی نیستم، خواهر منم همینطوریه، برادر منم همین کمپوزیسیون منو داره و به ما میگن که شما از بقایای اون مثلا رومیومیا هستید که اینجا باقی. حالا خواستم اینم به عنوان یه واقعیتی که خودم باش برخورد داشتم خدمتتون عرض کنم. علی ها این به اصطلاح داستان ها رو میگه، میگه که از آن رومیان کشته شد بیشما، به بالونیه در صف کارزار 1200 گرفتار شد، دل جنگیان پرز تیمار شد، به بالونیه در ببود روز 7، زروم اندر آمد به اهواز رفت، همی برد هر جا برانوش را، بدو داشتی در سخن گوش را، یکی رود بود پهن در شوشتر، که ماهی نکردی بر او برگذر،
برانوش را گفت که از هندسی پلی ساز، این را چنانچون سزی. به کار اندر آمد برانوش مرد، به 3 سال آن پل تمامی بکرد. چو شد پل تمام او زششتر برفت، سوی خان خود روی بنهافت. میبینید برانوش طبق صحبتی که با پادشاه میکنه، انصافا پادشاه هم نامردی نمیکنه، میگه آقا شما این بزه میسازن، بعد از 3 سال که این پل ساخته میشه میگه برگردید به خونهاتون، شما آزاد هست. همی بود شاپور با داد و رای، بلند اختر و تخت شاهی به جای. چو 30 سال بگذشت بر سر دو ماه، پراکنده شد فر اورنگ شاه. بفرمود تا رفت پیش اورمزد، بدو گفت شد زرد روی فرزد. فرزد یعنی سبززار. ببینید که بعد از اینکه 30 سال و 2 ماه به اصطلاح پادشاهی میکنه این جناب شاپور، بعد از 30 سال و 2 ماه دیگه رنگ رخش چی میشه؟ زرد میشه. نگر تا به شاهی نداری امید، بخوان روز و شب دفتر جمشید. به پسرش اورمزد یا هرمز، یادتون میاد که هرمز هم یه داستان شبیه به خود شاپور داشت که چجوری به دنیا آمد. مادر هرمز کی بود؟ دختر مهرک نوشزاد بود. یادتون میاد داستانش رو مفصل گفتم. این هرمز حالا به جوانی رسیده، شاپور پیر شده، بهش میگه که دقت کنی به نکته، میگه نگر تا به شاهی نداری امید، مراقب باش، فکر نکن همیشه شاه میمونی. یا به پسرش میگه بخوان روز شب دفتر جمشید، داستان جمشید رو هر روز بخون، اتفاقاتی که برای جمشید افتاد، جمشیدی که پادشاه جهان بود و بعد نابود شد. به دینار کم ناز و بخشنده باش، همان داده باش و فرخنده باش. مزن بر کم آزار بانگ بلند، چه خواهی بختت بود یار من. میگه اگه میخوای بخت یارتو باشه، آدمای کم آزار رو اذیت نکن، حتی بلند باشن صحبت نکن، زیر دستان رو، خصوصا طبقه مستضعف رو سعی کن باهاشون بدرفتاری نکنی. بگفت این و رنگ رخش زرد گشت، دل مرد برنا پر از درد گشت. اینا رو گفت و به قول معروف رنگش زرد شد و پسرش خیلی ناراحت شد که او در دامنش از بین رفت. یعنی در حالی که سر در دامن پسرش داشت، شاپور با گفتن این حرفا به اصطلاح زندگی فانی را وداع گفت و رفت. و داستان پادشاهی شاپور هم در اینجا چی میشه؟ به پایان میرسه و از این به بعد داستان پادشاهی هرمز اول شروع میشه که در واقع نوه اردشیر بابکانه. منم در همینجا داستان رو در واقع متوقف میکنم، چون بعد از این چند تا پادشاه هست، پادشاهی هرمز هست، پادشاهی بهرام اول، بهرام دوم، بهرام سوم، نرسیه و پادشاهی هرمز دوم، تا برسیم به پادشاهی شاپور دوم. یعنی شاپور اول که حالا من اینجا گفتم و پایان رسوندم، جلسه آینده 2-3 تا 3-4 تا پادشاه داریم که خیلی به قول معروف چیز ندارن، به دوران پادشاهیشون مطالب خیلی خاصی در شاهنامه نداره، خیلی سریع تموم میشه، اونا رو ایشالا واسه جلسه آینده بحث میکنیم تا برسیم به شاپور زرلکتاف که اونجا دیگه بحث مفصلی رو داره که شاپور دوم. پس مبرین شاپور اول در اینجا داستانش بود. من از شما خیلی تشکر میکنم که به اصطلاح توجه داشتید به سخنان امروز من و خدا رو شما رو به خدای بزرگ میسپارم و آماده هستم که اگر صحبتی، سخنی و سوالی هست در خدمت دوستان باشم. خیلی ممنون از توجه شما. متشکرم.